Lux Hum Women Leaders Awards 2020 presents the Path to Excellence of Narges Abyar. Narges Abyar is an award-winning Iranian film director, screenplay writer, and author. Her work highlights the suffering of women and children as a consequence of war, radicalism, and societal conditions. Her female characters do not conform to the traditional mores expected of them. Miss Abyar is best known for her films When the Moon Was Full, Breath, and Track 143. When the Moon Was Full won the grand prize at the Carcassonne International Political Film Festival in France. Armed with determination and a very perceptive eye, Miss Abyar has to her credit 30 works of fiction for both children and adults. Lux Hum Women Leaders Award recognizes Narges Abyar's efforts to showcase the truth through her camera and literature. من کودکی پرفراز و نشیبی داشتم. در دو تا از بحرانی ترین اتفاقات تاریخ کشورمون به دنیا آمدم. جنگ و در واقع انقلاب این دوران کودکی من رو شامل می شد و پنج تا خواهر برادر بودیم که پدرم در واقع راننده ماشین‌های سنگین بود من باهاش خیلی سفر می رفتم و همیشه کنار دستش می شستم و از بالای ماشین‌های سنگین جاده ها رو می دیدم و بعد پدرم برای من قصه های خیلی زیبایی تعریف می کرد قصه گوی خیلی خوبی بود و همین باعث شد که من خیلی دوست داشته باشم یه زمانی نویسنده بشم. Were your parents strict? How many siblings do you have? من شب‌های بمباران هوایی رو در جنگ به خاطر دارم. شب‌هایی که هواپیماها می‌اومدن و شهرها رو بمباران می‌کردن به خصوص تهران و خیلی شب‌های وحشتناکی بود برای ما بچه‌ها. اما خب ما قدرت تخیل ما رو بارور میکرد منم چون کودکی من در واقع طوری گذشت که من خیلی عاشق کتاب بودم یک خوره کتاب بودم من در کودکی کتاب های زیادی رو میخوندم و کتاب وقتی هم گیرم نمیومد تمام تابلوها و بنرهایی که روی دیوارها بود رو میخوندم این فضای جنگ که حالا رسانه ها هم کم بودن توش یعنی روزنامه کم بود رسانه کم بود فضای اینترنتی و مجازی کم داشتیم باعث میشد که من کمک بکنه برای اینکه تخیل من بارورتر باشه Tell us about any unforgettable childhood memory. در شرایط دشوار تو زندگی راستش من همیشه به نوعی از شرایط دشوار استقبال کردم برای اینکه باعث شده که من خیلی پخته بشم من تشکر میکنم حتی از کسانی که منو آزار دادن در زندگی باعث شده که من عمیق‌تر به زندگی نگاه بکنم و قدر داشته هام رو بدونم و تجربیات خیلی خوب از زندگی داشته باشم اینه که بحران ها همیشه هستن یه اراده قوی میخواد که آدم بتونه بر اونها غلبه کنه چیزی که شبها میتونه منو بیدار نگه داره کتابه دیدن فیلم و کتاب When did you think that you have become successful? من هر روز به امید شروع کردن یه روز خوب یه روز پربار یه روزی که نه خیلی به گذشته فکر بکنم نه به آینده بلکه تمام این روز رو با لذت جلو برم لحظات رو بچشم حس بکنم و انرژی بگیرم شروع میکنم What was the hardest decision that you've ever had to take? سوال بعدی راستش من هیچ وقت راضی نیستم از موفقیتام یعنی فکر میکنم همیشه به هر حال بهتر از این هست و بهتر از این اتفاق افتاده و انقدر باهوش هستم که بدونم که اینا هیچی نیستن و در واقع خیلی زمان گذشت زمان میتونه همه چیز
به فراموشی سپرده بشه. بیشترین موفقیت برای من اینه که سعی کنم آدم خوبی باشم و به دیگران کمک کنم. Your message for the women of tomorrow. من فکر می‌کنم در هر کاری شاید 30% 40% استعداد مهم باشه، 60 یا 70% اراده مهمه. اینه که به نسل جدید واقعا توصیه میکنم که اراده خیلی قوی داشته باشن و به قول میگل د اونامونو که یک فیلسوف اسپانیایی هست، رنج بکشن، سختی بکشن، اما شکوهمند باقی بمونه. What is on your wish list in Pakistan? من 2 سال پیش پاکستان اومدم و واقعا چه دفعه قبل چه الان که دوباره اومدم احساس نمی‌کنم وارد یک کشور غریبه شدم. واقعا احساس می‌کنم کشور خودمونه. خیلی احساس راحتی دارم، به خصوص که به هر حال ما پیوندهای فرهنگی خیلی عمیق با هم داریم. و من اینکه شما یادتون نره پارس میگم. راستش من هر کشور اروپایی که رفتم بعد از 3-4 روز خسته شدم از موندن اونجا، ولی چرا پاکستان من هیچ وقت خسته نکرده و همیشه مشتاق بودم و همیشه موقعی رفتن فکر میکردم یه سری چیزا رو از دست میدم از اینجا میرم. Would you like to give a message to those who are watching you right now? من خیلی دوست دارم یک فیلم سینمایی در پاکستان بسازم و یه همکاری فرهنگی دو طرف بین دو کشور ایران و پاکستان باشه. امیدوارم مسئولین اینجا این شرایط رو برای ساخت این فیلم فراهم کنند. Celebrating the spirits of these remarkable women.